جهان به سیاست در سال 2018، تلاش مضاعف دونالد ترامپ برای تغییر نقش آمریکا در سیاست جهانی. اقتصادهای بزرگ جهان درگیر سیاست داخلی، مروری بر تحولات اقتصادی سال 2018. و از فرود اینسایت در سطح مریخ تا جایزه نوبل فیزیک برای یک زن، نگاهی به هیجان انگیزترین لحظات علمی سال 2018. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. سال 2018 میلادی هم مثل سالهای پیش پر از حادثه بود، با این تفاوت که این بار رهبر قدرتمندترین کشور جهان یعنی آمریکا برخلاف جهت آبشنا می‌کرد و همین معادلات را در بسیاری از کشورهای دیگر به هم ریخت. سال 2018 همچنین سالی از تیره و پرحادثه برای روزنامه‌نگاران و به تبع آن حرفه روزنامه‌نگاری. مجید افشار در گزارشش نگاهی انداخته به مهمترین اتفاقات جهان و ایران در سالی که گذشت. وقتی دنیا شاهد جشن سال نو میلادی 2018 بود، در ایران موج اعتراض‌های گسترده ضد حکومتی کشور را می‌لرزاند. این اعتراض‌ها خیلی زود به لطف شبکه‌های اجتماعی فراگیر شد و مطالباتی که در ابتدا اقتصادی بودند، رنگ و بوی دیگری به خود گرفتند. در پی سرکوب نیروهای امنیتی بیش از 20 معترض کشته شدند و حدود 5000 نفر بازداشت. 3 نفر هم به طرز مشکوکی در زندان جانشان را از دست دادند. اینی که ما به عنوان این که فضای مجازی رو نباید جلوش گرفت تو این زمینه‌ها کوتاهی کنیم، این مسئله رو حل نمی‌کنه. و من بعد از این سخنان بود که تلگرام، پیام رسان محبوب میلیون‌ها ایرانی، فیلتر شد. گفته میشد دولت مخالف بوده، اما این مخالفت هم راه به جایی نبرد. ده‌ها هزار شغل از بین رفت، آب هم از آب تکان نخورد. اما آنچه در ماه مارس در بریتانیا اتفاق افتاد، دنیا را تکان داد. مسمومیت سرگئی اسکریپال، مأمور اطلاعاتی سابق روسیه و دخترش، به دست مأموران این سرویس در شهر سالزبری. این دو نفر جان سالم به در بردند، اما یک شهروند عادی که بطری حاوی سم نوویچوک را به جای عطر به خودش اسپری کرد، جانش را از دست داد. گرچه روسیه اتهامات را رد کرد، اما بریتانیا و همپیمانانش حدود 100 دیپلمات روس را از کشورشان اخراج کردند، اقدامی که بی پاسخ نماند. تحلیلگران معتقدند تمرکز بی سابقه دولت آمریکا بر برخی مسائل و بی توجهی به مسائل دیگر، رهبران بعضی کشورها را بی محاباتر از گذشته کرده. عمده تمرکز سیاست خارجی دولت آمریکا امسال روی ایران بود. چند ماهی بعد از این امضا، آمریکا رسماً از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و این به معنی بازگشت تحریم‌ها بود و البته سقوط آزاد پول ملی ایران. هدف آمریکا بازگشت ایران به میز مذاکره و گرفتن امتیاز بیشتر از تهران بود، درخواستی که تا امروز نتیجه‌ای نداشته. فشار رئیس جمهوری آمریکا بر رهبر کره شمالی اما نتیجه داد و دیداری تاریخی شکل گرفت. دیداری که گرچه هنوز نتیجه ملموسی نداشته، اما برای دونالد ترامپ پیروزی بزرگی بود. همزمان اتفاقی تاریخی در یکی از حساس‌ترین نقاط جهان، دونالد ترامپ با باز کردن سفارت کشورش در بیت المقدس، اینجا هم حرفش را به کرسی نشاند. تصمیمی که حمایت بسیاری از شهروندان اسرائیل را هم به همراه نداشت. آنها با گل از فلسطینی‌ها پوزش خواستند. چشم‌انداز صلح در خاورمیانه در سال 2018 تیره‌تر شد. اینجا باغ کودکان زهیان در یمن است. بیش از 40 کودک در کنار هم برای ابد خفتند. قربانیان حمله هوایی جنگنده‌های عربستان به اتوبوس مدرسه‌شان. عربستان پذیرفت این حمله اشتباه بوده، اما جنگ در یمن علارغم آتش بس کنونی همچنان قربانی می‌گیرد. و قربانیانش تنها یمنی‌ها نیستند. یکی از قربانیان انتقاد از این جنگ و سیاست‌های ولیعهد جوان عربستان، جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی بود. صحنه ورودش به کنسولگری این کشور در استانبول، ورود قاتلانش به فرودگاه این شهر و چگونگی قتلش
دو ماه او را در سرخط خبرها نگاه داشت. او روزنامه‌نگاری بود که می‌دانست خودش نباید موضوع خبر شود، اما این بار چاره‌ای نداشت. قتل جمال خاشقجی سوال‌های زیادی درباره نیت این شاهزاده خندان و ماهیت رابطه ریاض واشنگتن به وجود آورد و موازنه قدرت را در عرصه دیپلماسی جهانی از جمله در رابطه ترکیه و آمریکا تغییر داد. مجید افشار، بی بی سی. سال 2018 میلادی در حالی به پایان می‌رسد که اقتصادهای بزرگ جهان در سیاست داخلی خود درگیر مسائل عمده‌ای هستند. این موضوع نه تنها بر عملکرد اقتصاد بین‌الملل در سالی که گذشت اثر گذاشت، بلکه برآوردها حاکی از ادامه این اثرگذاری در سال پیش روی میلادی است. شیدا هوشمندی مروری کرده بر تحولات اقتصادی سال 2018. تحریم اقتصادی، ناآرامی، تنش تجاری و بیم از آینده بازارها. سال 2018 سال سنگینی سایه سیاست بر سر اقتصاد جهانی بود. بدهی‌های فزاینده، بازارهای جهانی متلاطم و سرمایه در حال فرار از اقتصادهای نوظهور. به نظر می‌رسد زنگ خطر به صدا درآمده. سال 2018 سال مذاکرات بی‌امان بر سر برکزیت بود. در این سال رشد اقتصادی بریتانیا کند شد. قرار است سال آینده میلادی برای بریتانیا سال خروج از اتحادیه اروپا باشد، شاید حتی بدون توافق. فقط تعرفه ها بالا نمی روند، بلکه یک سری از قوانین از اعتبار خواهند افتاد. آن وقت باید برای واردات کالاهای اساسی هم تقلا کنیم. فرانسه در سال 2018 صحنه تلاطم سیاسی بود. تظاهرات در فرانسه ریشه تاریخی دارد و چیز غریبی نیست، اما اعتراض‌های اخیر ویژه بودند. منشأ مشکلات اقتصادی و اختلاف طبقاتی، محرک شکاف بین سیاستگزار و مردم. رئیس جمهوری جوان فرانسه به دنبال اصلاح اقتصادی بود، اما مردم نه. سیاست‌های مکرون برای کوچک کردن دولت باعث شد مردم او را رئیس جمهوری ثروتمندان بنامند. مخالفان مکرون حالا دیگر می‌دانند که اگر سر و صدا کنند و مردم را به خیابان بیاورند، او عقب نشینی خواهد کرد. این سنت فرانسوی‌هاست که برای مقاومت در برابر اصلاحات مردم را به جوش و خروش ترغیب می‌کند. رفرم در فرانسه کار خیلی دشواری است. شرایط فعلی دقیقاً همانی است که مکرون نمی‌خواست تکرار شود. سال 2018 شاهد تیره شدن تدریجی روابط دو اقتصاد بزرگ جهان بود. سال رو به پایان است، اما جنگ تعرفه‌ای بین امریکا و چین تازه اوج گرفته. رئیس جمهوری بزرگترین اقتصاد جهان می‌خواهد دور امریکا دیواری از سیاست‌های درون‌گرایانه بکشد. آمریکا تمایل دارد چین را بیش از پیش محدود کند. معنای این رفتار برای دنیای تجارت این است که جدای مسئله تعرفه‌ها که شاهدش بودیم، ویژگی‌های سرمایه‌گذاران در چین هم تغییر خواهد کرد. در جنگ تجاری واشنگتن پکن، پای ایران هم به میان آمد. وقتی که یک مدیر ارشد شرکت چینی هواوی بازداشت شد، شرکتی که متهم به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. خروج آمریکا از برجام و تحریم‌ها علیه ایران در سال 2018 رویدادی تأثیرگذار در ایران و جهان بود. تهران در آستانه 3 سالگی اجرای برجام به نقطه پیش از توافق بازگشته. نشریه اکونومیست پیش بینی می‌کند که در سایه تحریم‌های جدید، رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی -3.4% باشد و نرخ تورم 16.5%. ما 81 کشور را برای سالنامه ویژه اکونومیست بررسی می‌کنیم و ایران یکی از دو کشوری است که بر اساس برآوردهای ما اقتصادش در سال آینده میلادی کوچک خواهد شد. کشور دیگر ونزوئلا است، یک اقتصاد نفتی دیگر. ونزوئلا دیگر اقتصاد نفتی است که در سال 2018 در بحران فرو رفت. البته بحرانی بسیار عمیق‌تر. در این سال نرخ تورم ونزوئلا به 1,000,000% رسید. رویدادی که هم سابقه در تاریخ اقتصاد جهان.
حالا حکومت چپگرای ونزوئلا در آستانه 20 سالگی با یک بن‌بست سیاسی اقتصادی و بحران اجتماعی مواجه است. محبوبیت عربستان سعودی برای سرمایه‌گذاران در سالی که گذشت به دنبال قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی، افت چشمگیری داشت. موضوعی که در کنفرانس اقتصادی ریاض به خوبی به چشم آمد. برآورد می‌شود 90 میلیارد دلار سرمایه در سال 2018 از عربستان خارج شده. سال میلادی در حالی به پایان می‌رسد که بحرانی دیگر برای اقتصاد آمریکا پیش بینی می‌شود. بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و مجمع جهانی اقتصاد می‌گویند رشد بزرگترین اقتصاد جهان کند خواهد شد. دلایل متعددی برای نگرانی وجود دارد. نخست و مهمتر از همه بالا رفتن نرخ سود بانکی است. دوم اینکه هیجان مقطعی بعد از کاهش مالیات فروکش خواهد کرد و سوم اختلاف‌هایی که نه فقط با چین که با کشورهای دیگر هم وجود دارد. اینها بر اقتصاد فشار می‌آورند. بنابراین پیش بینی ما این است که در پایان سال آینده میلادی آمریکایی‌ها نگران این باشند که بحران جدید چه زمانی رخ می‌دهد. سال در حالی به پایان می‌رسد که انتظار نمی‌رود سال بعد هم بهترین سال برای اقتصاد جهان و بازارها باشد. شیدا هوشمندی، بی بی سی. سال 2018 میلادی یکی از پرحادثه ترین سالها در محیط زیست جهان بود. از طوفان‌های سهمگین تا سیل و آتش سوزی‌های بی سابقه در نقاط مختلف جهان. اگرچه در روزهای انتهایی این سال کشورهای جهان در کنفرانس تغییرات اقلیمی به توافق برای کاهش میزان گازهای گلخانه‌ای رسیدند، ولی فعالان محیط زیست می‌گویند حال زمین خراب است و نیاز به گام‌های بلندتری از طرف رهبران جهان است. شهریار سیامی نگاهی کرده به اتفاقات محیط زیستی این سال در جهان و ایران. مردم حرفهایشان را زدند. رهبران جهان، حالا شما باید رهبری کنید. بقای تمدن ما و جهان طبیعت که زندگی ما به آن وابسته است در دستان شماست. صدای گرم و آشنای دیوید اتنبرو، محقق و گوینده مستندهای حیات وحش که همیشه صحنه‌های زیبای طبیعت را روایت می‌کند، این بار در 24مین نشست کنفرانس تغییرات اقلیمی لهستان به رهبران جهان هشدار می‌دهد. همین کافی است که بدانیم حالا چقدر محیط زیست ما بستگی به تصمیم‌های سیاستمداران جهان دارد. سالی که گذشت شاید یکی از سیاسی‌ترین سال‌ها در موضوعات محیط زیستی بود. در روزهای پایانی سال 2018 اگرچه 198 کشور جهان درباره نحوه کاهش گازهای گلخانه‌ای در هر کشور توافق کردند، ولی جبهه سیاسی بین کشورهای جهان به رهبری آمریکا و همراهی عربستان سعودی، روسیه و کویت تشکیل شد که در مقابل کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی مقاومت کنند. دولت قبلی آمریکا پیشگام در توافق تغییرات اقلیمی پاریس بود، اما حالا با تصمیم سال پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور هم از توافق خارج می شود و هم بر کشورهایی که رهبران محافظه‌کار زمام امورشان را به دست می گیرند تأثیر می گذارد. با روی کار آمدن دولت دست راستی در برزیل، این کشور از میزبانی کنفرانس تغییرات اقلیمی سال آینده انصراف داد. صداهای مخالف هم کم کم از دولت محافظه‌کار استرالیا به گوش می رسند. یه چیزایی در دنیا توی مقالاتی نوشتن، این مقالات برای عدم توسعه ما ساخته شده. در ایران هم دولتی که خود را محیط زیستی مینامید میگوید حالا که دیگران مخالفت میکنن، ما چرا باید با همه توصیه های زیست محیطی موافقت کنیم؟ مسئله بحث های گازهای گلخونه ای که میگن، مگه اونا مراد میکنن اصلا؟ ما که اینجا میرسیم، این همه، البته ما برای محیط زیست خودمون تلاش باید بکنیم، برای مردم خودمون، اما این همه آلودگی تو دنیا هست، این همه کارهایی که داره انجام میگیره، وقتی به ما، به خودمون که میرسیم شروع میکنیم ملا نقطی شدن، خط به خط رو میخواییم اجرا کنیم. اما سوی دیگر ماجرا مردم هستن. بزرگترین آتش سوزی جنگل های کالیفرنیا در تاریخ و پیش از آن آتش سوزی گسترده در جنگل های آمریکا، سوئد، فلاند، روسیه نمونه های از آتش سوزی هایی هستند که گفته شد تحت تأثیر تغییرات اقلیمی بودند.
پاییز امسال زمین عرصه تاخت و تاز طوفان‌های مختلفی بودند. طوفان فلورانس و مایکل در آمریکا. جبی در ژاپن، قوی‌ترین طوفان در بیش از 20 سال گذشته این کشور. طوفان‌های آسیای جنوب شرقی و چین و ماریا در پورتوریکو که همه زندگی مردم را در هم کوبیدند. افزایش تعداد و قدرت طوفان‌ها را کارشناسان محیط زیست سال‌ها پیش پیش بینی کرده بودند. طبیعتاً فال قهوه نگرفته بودند. نتیجه تغییرات اقلیمی این بلایای طبیعی است. موج گرما در تابستان امسال در کشورهای مثل ژاپن قربانی هم گرفت. ولی خشکسالی و کمبود آب تمدن‌ها را از استرالیا، آفریقای جنوبی تا خاورمیانه و ایران و افغانستان تهدید می‌کند. این روزگار کشاورزان ایران است. استان اصفهان محل گسترده ترین اعتراض های کشاورزان برای کمبود آب بود. داستانی که هنوز هم ادامه دارد. حالا دیگر بحران آب در ایران به یکی از امنیتی ترین موضوعات و تهدید بزرگ کشور تبدیل شده. کشوری که یکی از محققان پیشرو منابع آب جهان را وادار به فرار از وطنش کرد. کاوه مدنی، پژوهشگر محیط زیست و منابع آب، بعد از موج بازداشت فعالان محیط زیست، بازجویی و تحت فشار قرار گرفت و مجبور به خروج از ایران شد. بازداشت و مرگ کاووس سید امامی، یکی از فعالان محیط زیست در زندان‌های ایران، تلخ‌ترین اتفاق محیط زیستی ایران را رقم زد. حدود 10 ماه پیش فعالان محیط زیست مؤسسه حیات وحش پارسیان و پس از آن شماری از محیطبانان و فعالان محیط زیست در سراسر کشور به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. در حالی که بعضی از فعالان محیط زیست ایران هنوز پشت میله‌های زندان هستند، هیولای خزنده در سراسر ایران در حال پیشروی است. فرونشست دشت‌های ایران که نتیجه خشکسالی و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی آب است. تمام خبرها بد نبودند. کمپین کاهش پلاستیک در جهان که سال پیش شروع شد، امسال هم ادامه داشت. به امید اینکه شاید روزی آلودگی اقیانوس‌ها از پلاستیک از بین برود. سالی که گذشت، سال هشدار بود. سالی که باید این سخنان را بارها گوش کنیم. بقای تمدن ما و جهان طبیعت که زندگی ما به آن وابسته است، در دستان شماست. شهریار سیامی، بی بی سی. سال 2018 سالی پرخبر در دنیای علم بود. از خبرهای نجومی و مربوط به فضا گرفته تا باستانشناسی. نعیمه نامجو نگاهی کرده به بعضی از مهمترین اتفاقات و دستاوردهای علمی سال 2018. این صحنه یکی از هیجان انگیزترین لحظات برای علاقمندان به خبرهای علمی در سال 2018 بود. فرود این سایت بر سطح مریخ پایانی بر مدت‌ها نگرانی گروهی از پژوهشگران و دانشمندان ناسا. امیدوارم که انرژی و احساسات امروز در بقیه مسیر هم با من بمونه، برای اینکه بهش احتیاج دارم. در چند روز آینده تصاویر زیادی دریافت خواهیم کرد و این بی‌نظیره. وقتی فردا بیام سر کار، تصاویری از مریخ می‌بینم که تا حالا هیچ کسی ندیده. این سایت اولین کاوشگری است که روی لایه‌های درونی مریخ تحقیق می‌کند. محققان امیدوارند جواب‌هایی برای سوالاتشان درباره لایه‌های مختلف مریخ و شکل‌گیری آن پیدا کنند. این کاوشگر ابزارهایی دارد تا لرزه‌ها و دمای لایه‌های مختلف مریخ را اندازه بگیرد. همینطور به دانشمندان کمک می‌کند تا درباره چرخش سیاره گرد محورش اطلاعات بیشتری به دست آورند. مطالعاتی اینچنین تا پیش از این فقط روی زمین انجام شده و این سایت پنجره تازه‌ای به شکل‌گیری سیارات سنگی خواهد گشود. شمارش معکوس برای پرتاب قدرتمندترین موشک. 27 موتورش همزمان روشن شد تا فالکون هوی از ایستگاه فضایی کندی اوج بگیرد. پرتاب فالکون هوی یادآور مأموریت ساترن 5 بود، موشکی که با استفاده از آن ناسا نیم قرن پیش اولین فضانوردها را به ماه برد.
طراحی این موشک را شرکت اسپیس اکس انجام داده. فالکون هوی می تواند 64 تن را به مدار پایین زمین ببرد. ایلان ماسک مدیر اسپیس اکس گفته بود شانس موفقیت این آزمایش 50-50 است. فالکون هوی می تواند گزینه ای برای سفرهای آینده فضایی باشد. در این ساختمان در جنوب غرب پاریس استوانه ای نگهداری می شود که وزنش دقیقاً 1 کیلوگرم است. از سال 1889 این استوانه معیار سنجش 1 کیلوگرم بوده. استوانه ای که به لوگان که معروف شده و تمام سیستم وزن در جهان بر پایه آن است. از مقایسه کیلوگرم با همه کپی های کیلوگرم در سراسر جهان می دانیم که تفاوت های بین نمونه های استاندارد ملی و کیلوگرم وجود دارد. از دیدگاه علمی این موضوع قابل قبول نیست. شاید الان جوابگو باشد، ولی 100 سال دیگر کیلوگرم حتما تغییر پیدا می کند. دانشمندان در کنفرانسی در کاخ ورسای تصویب کردند که شیوه تعریف کیلوگرم تغییر کند. از این به بعد کیلوگرم با استفاده از شدت جریان الکتریکی تعریف می شود. به این ترتیب دقیق تر خواهد بود و لزومی هم به تغییر دوبارش نیست. در سال 2018 بعد از 55 سال یک زن جایزه نوبل فیزیک را گرفت. دانس شیکلند کانادایی سومین زنی بود که در تاریخ برگزاری نوبل فیزیک برنده این جایزه شد. تحقیقات او در زمینه فیزیک لیزر است. این تعجب آوره نه؟ ماجرایی که مردم میخوان دربارش حرف بزنن. چرا 60 سال طول کشید؟ زنان زیادی هستن که تحقیقات عالی انجام میدن. چرا باید این همه طول بکشه؟ از نتایج تحقیقات او و دو همکارش در جراحی های چشم استفاده میشود. در این سال میلادی اکتشافات تازه‌ای هم درباره زمان مهاجرت اجداد ما از آفریقا انجام شد. این فسیل فک انسان است که در اسرائیل پیدا شده و در تکمیل این معما نقش مهمی داشته. بر اساس این فسیل احتمالاً اجداد ما حدود 250 هزار سال پیش آفریقا را ترک کرده بودند. سال آینده هم به اندازه امسال برای علاقمندان به دنیای علم پر هیجان خواهد بود. نه تنها اکتشافات و دستاوردهای تازه‌ای در راه است که سالگرد بعضی از مهمترین رویدادهای علمی و فضایی هم جشن گرفته خواهد شد. نعیمه اینامجو، بی بی سی. و اما ورزش در سال 2018، در سالی که هم المپیک زمستانی در اون برگزار شد و هم جام جهانی. علاوه بر این دو اتفاق مهم، ورزش‌های رزمی از جمله بوکس سال پرخبری رو داشتن. پوریا ژافره مروری کرده بر ورزش در سال 2018. روزهای اول سال 2018 توجه دنیای ورزش به کره جنوبی معطوف شده بود، جایی که بعد از 30 سال و المپیک سئول بار دیگه میزبان این بازی ها بود. البته این بار المپیک زمستانی، اون هم در پیونگ‌چانگ. جدا از مسابقه های جذاب ورزشی، مسئله ای که این دوره المپیک زمستانی رو شدید تحت تاثیر قرار داد، حضور ورزشکاران کره شمالی و یک تیم مشترک هاکی روی یخ زنان از سوی دو کره بود. اتفاقی که باعث شد یخ روابط بین دو کره بشکنه و در نهایت تبدیل به یکی از اون موارد خاص شد که ورزش وسیله‌ای بود برای نزدیکتر کردن کشورها. ماجرای دوپینگ ورزشکاران روس هم در این بازی‌ها همچنان مطرح بود و اونها مجبور شدن با پرچم بی‌طرف و بدون نشانی از کشور خودشون در این بازی‌ها شرکت داشته باشند. در جدول مدال‌ها نروژ اول شد، آلمان دوم و کره جنوبی میزبان هفتم. علاوه بر المپیک زمستانی، سال 2018 شاهد یک تورنمنت ورزشی عظیم دیگه هم بود.
پربیننده ترین مسابقه ها یعنی جام جهانی فوتبال که برای اولین بار در بزرگترین کشور جهان روسیه برگزار میشد. تورنمنتی که شاید از نظر فنی فوق‌العاده نبود، اما در هیجان شگفتی هیچی کم نداشت. اسپانیا قبل از شروع تورنمنت سرمربی خودش رو اخراج کرد. آلمان قهرمان دوره قبل در عین ناباوری در همون دوره گروهی حذف شد. اوروگوئه، آرژانتین و برزیل، قول‌های آمریکای جنوبی هم یکی بعد از دیگری کنار رفتند تا در نهایت چهار تیم اروپایی به نیمه نهایی برسند. در مسابقه پایانی این فرانسه و کرواسی بودند که فینال رو در لوژنیکی مسکو برگزار کردند. یکی از پرگل‌ترین فینال‌های معاصر که با پیروزی 4-2 برای فرانسه باعث شد خیابان‌های پاریس صحنه خوشحالی مردم بشه. کرواسی هم البته از این نتیجه‌ای که گرفت راضی بود. جوایز بهترین‌های سال فوتبال هم متأسی از همین مسابقه ها بود. لوکا مودریچ کاپیتان کرواسی که با رئال مادرید قهرمان اروپا هم شد به عنوان بهترین بازیکن سال 2018 انتخاب شد. جایزه بهترین بازیکن جوان هم طبق پیشبینی‌ها به کیلیان امباپه ملی پوش فرانسه در پاریس سن ژرمن رسید. علاوه بر این دو تورنمنت، دو تک مبارزه هم سال پیش حسابی خبرساز شدند. یکی ملاقات حبیب نور محمدوف از داغستان روسیه با کانر مکگرگور ایرلندی توی قفس UFC بود. برای کمربند قهرمانی معتبرترین لیگ هنرهای رزمی ترکیبی یا MMA. با بدگویی‌های مکگرگور راجع به حبیب و خصوصاً توهین به خانواده و اعتقادات این ورزشکار مسلمان، این مبارزه به جنجالی ادامه دار تبدیل شد که با وجود پیروزی قاطع حبیب ادامه پیدا کرد. و البته سال 2018 سال فوق‌العاده‌ای برای بوکس حرفه‌ای بود، به خصوص در دسته سنگین وزن. در مهمترین مبارزه تایسون فیوری از بریتانیا که مدت زیادی را به خاطر اعتیاد و سلامت روان از رینگ دور بود، در یک مسابقه خاطرانگیز برای کمربند قهرمانی با دیونتی وایلدر از آمریکا روبرو شد. مبارزه‌ای که در پایان اون رأی به مساوی داده شد تا این دو بوکسور همچنان شکست ناپذیر باقی بمونن و چشم به سال 2019 داشته باشن. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.